آقای زاکانین در مصاحبه ای از مردم خواست برای انتخاب اسلحه به کارنامه نامزدها توجه کنند. در واقع هیچ کنون نیستیم که کارنامه نداشته باشیم. مردم عزیز وقتی صحبت‌های ما رو می‌بینن یه واکاوی کنن، یه دقت بکنن، ببینن که در گذشته کارنامه هر کدوم از این 6 نفر چی بوده. ممکنه امروز من حرفای خوبی به زبانم برانم، اما در گذشته عدم پایبندی به همین حرفا رو توی مسئولیت‌های قبلی خودم داشته باشم. لذا صحت ادعای امروز و ایجاد حداقل اعتماد برای سپردن این کار بسیار خطیر به هر یک از این نامزدها منوط هستش که مردم قهرمان و هوشیار و بصیر ما برگردن و کارنامه هر 6 نفر رو مرور کنن، ببینن که اینها کدوم سمت تاریخ و کجای مختصات ایستادن. آقای قاضی‌زاده هم از اهمیت جوانگرایی در دولت گفت. سل بدنی جوان دولته، دولتی که توانسته یک رابطه وثیق با مردم ایجاد بکنه، چون کار دولت نیاز به پویایی و انرژی داره، یک نیاز به فکر نو داره، نیاز به علم نو داره، نیاز به خلاقیت داره، نیاز به شجاعت در تصمیم گیری داره، نیاز به پاک دستی داره. اینا همه تو جوونا بیشتره، اینه که دارم عرض میکنم. حالا هم از خانوم و آقا، وقتی میگیم جوون یعنی ما بحث تبعیض جنسیتی اینجا نداریم و بعد به خصوص حالا خانوم‌ها رو بسترش رو فراهم کنیم تا بیشتر بیان توی عرصه. بنده باورم این هست که اگر می‌خوایم کشور رو راه بیندازیم باید حتماً با انرژی جوانانه این کار اتفاق بیفته. آقای پور محمدی بعد انتشار مستند تحمل شنیدن داشته باشید ویدیویی از سخنان خود در مجلس درباره پرونده امیر منصور آریا به رسانه ملی ارسال کرد. در یک عملیات و واگذاری و توصیه یه شرکت بهشون میدن، صاحب شرکت میشه، به سرعت به دنبالش یک پیمان بزرگ میدن. اون این پیمان آخر سال 89 نه تو یاد داشته آمده، بعد دفتر رئیس جمهور موافقت آقای رئیس جمهور اعلام شده با این واگذاری. میفرمایند که ما برای همه توصیه میکنیم، نمیدانیم برای همه به راحتی بدون برآورده کارشناسی، بدون پیش بینی لازم. حتی ما از شرکت زیرساخت راه‌های کشور سوال کردیم اولویت این مسیر راهن، گفت از ما اولویت نداره. من دارم میگم این نظامات مشکل داره. من که دارم درس میخونم و نمیدونم فردا ما آیندم چیه. آقای پزشکیان در فضای مجازی با انتشار ویدیویی قول داد صدای مردمی باشد که کسی صدایشان را نمیشنود. من به شما قول میدم که صدای شماها باشد، صدای مردمی باشد که در حقیقت صداشون را نمیشنوند. قول میدم که صدای اونایی باشم که حقشون را بکنند. پشتیبان و فریادرس کسانی خواهم بود که فریادرسی در این جامعه ندارند. با هم تلاش خواهیم کرد و در مقابل هر ظلم و ستمی خواهیم ایستاد و ایرانی را باید بسازیم و خواهیم ساخت که مولای ما علی بود. آقای جلیلی هم درباره حل تخصصی مشکلات مرزنشینان و کولهبران در کارگروه دولت سایه گفت. مثلا گفتن بهونه 5 روز در اعتصابه. ما رفتیم. ما اصلا مسجد حالا خوب نیست بگیم. مردم اونقدر ابراز محبت میکنن از آدم بود. بعد گفتیم خب حالا اول بیان مردم صحبت کنن. یه ماموستا صحبت کرد. یک عضو شورای شهر صحبت کرد. یه نماینده کولهبرا صحبت کرد. چرا جواب اینا رو نمیدی؟ اصلا نه ضد انقلابه، نه تجزیه طلبه، نه فلانه، نه چی. میگه آخه یه سوال دارم، چرا این مسیر رو که بستی مسیر پنویشو باز نکرد؟ آقای قالیباف در مصاحبه ای گفت ایجاد تحول در آموزش و پرورش موجب تحول در کشور می شود. آموزش و پرورش اولین نکته هستی است که متاسفانه در 20 سال گذشته آموزش و پرورش ما 16-17 وزیر و سرپرست. این یعنی تمام، به هیچ بحثی نداره و مشکل اساسی. من حتماً چون معتقدم مثلا نیازمند به یک مدیر قوی پایدار، این اساس کار ماست. من همیشه گفتم چون وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم بسیار مهم و اساسی است، ما اگر یک دهه
بتونیم این رو در مسیر درست اید وزارتخونه رو قرار بدیم، بسیار در تحول و پیشرفت کشور مؤثر خواهد بود. نگاشت دوم طرح تحول آموزش و پرورش که مدت‌ها به زمین مونده، این رو حتما انجام میدیم. فعالیت تبلیغاتی این شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری تا ششم تیر ماه ادامه دارد. محمد جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.